ترتیب شخصیت انقلابی او با آشنایی با سازمان مجاهدین خلق ایران در زندان کامل و کاملتر شد. اصغر گمشده‌اش را یافته بود. ما قبل از زندان چقدر دلمون میخواست با مجاهدین آشنا بشیم. همیشه از این موضوع رنج میبردیم تا اینکه در زندان اونها رو پیدا کردم. توی زندان خیلی چیزها یاد گرفتم و کارهام ناتموم بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شده بود دستاش خیلی لرزش شدید پیدا کرده بود، به طوری که خطاطی براش تمام مشکل بود، که علتش این بود که میگفت منو آویزون کردم مدت زیاد. با آزادی از زندان در سال 55 اصغر برای ادامه تحصیل و اخذ مدرک لیسانس به دانشگاه رفت و پس از آن به تدریس در مدارس پرداخت. فکر میکنم سال 55 بود که یک روز یک تماس با خونه گرفته شد و دیدیم که اصغر گفت من آزاد شدم و دارم میام. خب واقعا خیلی شور و شادی و خیلی فضای عجیبی توی خونه و محله همه جا را افتاد و ما همه توی کوچه و سر خیابون منتظرش بودیم که دیدیم از ته سر کوچه با یک لباس بسیار ساده و دمپایی های زندان داره میاد. خب منم یه بچه دبستانی بودم، پریدم بغلش کردم، بوسیدمش. هیچ کنی خاطره رو فراموش نمیکنم، چون شاید شیرین‌ترین خاطره بود که دورانی که با اصغر زندگی میکردیم داشتم. رسیدن بهاران آزادی اصغر در ستاد علوی در بخش تبلیغات فعالیت‌های خود را ادامه داد. در انتخابات مجلس او از طرف مجاهدین کاندیدای شهرستان کنگاور شد. اینجا محلی بود که اصغر آرم‌های سازمان رو می‌زد. آرم‌های سرخ‌رنگ و پارچه‌های سفید. اون و دوستانش یک سیستم چاپی رو اختراع کرده بودن که اون موقع بهشون گفتن چاپ زینک. رنگ سرخ رو میریخت روی یک دستگاه ساده که خودش به چوب درست کرده بود و با کشیدن یک اهرم این رنگ در قسمت هایی از این پارچه که باز بود منتقل میشد روی پارچه سفید و آرم سازمان نقش میبست. بعد سایر برادران خواهرها بودن که نمیگرفتن آویزون میکردن تا خوش بشه.